رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی تأکید کرد افشای جنایت‌های آخوندها در زندان‌ها به ویژه زندان کهریزک ضرورت ارجاع پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سران این رژیم در دادگاه بین المللی را مضاعف می کند. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران که امروز در این باره صادر شد آمده است، به دنبال افشای بخشی از جنایت‌های فاشیسم خونریز مذهبی در سیاه‌چال‌های این رژیم به خصوص در شکنجهگاه کهریزک، رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت رژیم آخوندی از 30 سال پیش به این سو به طور مستمر مرتکب این جنایت‌های فجیع می شود و مقاومت ایران 3 دهه است جنایت‌های آخوندها را در زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها و هتک حرمت زنان و مردان و فتوای خون کشیدن از محکومین به اعدام و تجاوز به دختران قبل از اعدام را افشا می کند. اما امروز که گوشه ای از این جنایت‌ها توسط کسانی که خود سال‌های متمادی در این رژیم بودند بازگو می شود، دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. جامعه جهانی در مقابل یک انتخاب خطیر قرار دارد، مقابله با بربریت و وحشیگری در قرن 21 و یا سرخم کردن و تن دادن به شانتاج و بازخواهی و ادامه سکوت و سازش با رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران به خاطر منافع حقیر اقتصادی و ملاحظات سیاسی. خانم رجوی گفت افشاگری های اخیر یک بار دیگر نشان داد سرکوب و کشتار زندانیان در این رژیم یک جنایت سازمان یافته و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و بالاترین مقامات رژیم آخوندی از خامنه ای و احمدی نژاد گرفته تا فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی به طور مستقیم در آن مسئولیت دارند. وی با اشاره به این که شورای امنیت ملل متحد در رسیدگی به پرونده جنایات رژیم آخوندی و نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تأخیر جدی داشته است، به ارجاع پرونده این جنایت‌های تکان دهنده و آمران و عاملان آن به دادگاه بین المللی فراخواند. برادران مجاهدین تصاویر شهدای فروغ ایران را همراه خود به طواف خانه خدا و طواف حرم مطهر نبوی بردند و برای علو و ارواح طیبه شهیدان مجاهد خلق و آزادی هرچه سریعتر 36 مجاهد به گروگان گرفته شده توسط مزدوران عراقی رژیم آخوندی و رفع حصار و محدودیت از شهر اشرف دعا کردند. هموطنان در ایران یاد و خاطره شهدای اشرف را گرامی داشتند و با آنها تجدید پیمان کردند. به تصاویری که از این مراسم به دست ما رسیده توجه فرمایید. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، با درود به روان پاک شهدای اخیر شهر اشرف که مظلومانه به دست دشمنان خامنه‌ای در عراق به شهادت رسیدند و به همه آنها درود میگوییم. و با درود به گروگانهای قهرمان اشرفی که به دست رژیم مزدور مالکی در حال شکنجه می باشند. ما هواداران شمال تهران برای یادبود و بزرگداشت این شهدا و گروگانها در ایران مراسمی برگزار نموده تا پیوند و همبستگی خود را با اشرفیان اعلام کنیم. ضمناً از آمریکا می‌خواهیم که حفاظت اشرف را به طور کامل طبق قرارداد به اجرا بگذارد. درود بر اشرف، درود بر رجوی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر مالکی، مرگ بر مالکی، مرگ بر مالکی، مرگ. خون شهیدان را بان بزن،
برقراره چون کوه استواره، اشرف 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 برقرار چون کوه استوار، اشرف برقرار چون کوه استوار، اشرف برقرار چون کوه استوار.